نگهداری و پرورش ماهی‌های زینتی یکی از پرطرفدارترین سرگرمی‌ها با میلیون‌ها علاقه‌مند در سراسر جهان است. بر اساس آخرین آمارها، ارزش تجارت جهانی صنعت ماهی‌های زینتی در جهان حدود 350 میلیون دلار است. بیش از 100 کشور جهان درگیر این تجارتند. کشور ژاپن با حدود 42 میلیون دلار بزرگترین صادرکننده و آمریکا با حدود 62 میلیون دلار بزرگترین واردکننده ماهی‌های زینتی اند. ماهیان زینتی تجارتش در دنیا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخورداره. ما هم در استان خراسان سالیان زیادی هستش که این کار رو شروع کردیم و اشتغالزای بسیار خوبی در زمینه ماهیان زینتی داشتیم و در حال حاضر تعداد زیادی کارگاه‌های پرورش ماهیان زینتی در سطح روستاها و شهر مشهد داریم که حدود بیش از 30 گونه از ماهیان زینتی که قبلا خیلی از این موارد از خارج از کشور وارد داخل کشور ما می‌شده، اینها در حال حاضر در داخل خود استان داره پرورش پیدا می‌کنه. در استان خراسان رضوی تعداد 84 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت تولید 10 میلیون 500 هزار قطعه فعال هستند که بیشتر در شهرستان‌های چناران، مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، گناباد و خاف اینا مشغول به کار هستند. در این تعداد 84 تا مرکز 137 نفر به صورت مستقیم اشتغال دارن و به صورت غیر مستقیم 374 نفر. سهم استان ما 38% هستش و رتبه نهم کشور رو در بحث ماهیان زینتی رو ما داریم. بیشترین میزان پرورش و تکثیر ماهیان زینتی ما در شهرستان مشهد داریم که بیش از 60% کل تولید استان خراسان رضوی رو داره تامین میکنه، ولی شهرستان‌های دیگه هم در این زمینه فعالیت‌های خوبی رو شروع کردن، از جمله شهرستان سبزوار، شهرستان چناران و بقیه شهرستان. و ما امیدواریم که این پرورش ماهیان زینتی در کل استان توسعه پیدا بکنه. امروز در اطراف شهر مشهد برای آشنایی با تولید کنندگان و جنبه‌های مختلفی از این حرفه به دو مزرعه تولید ماهی‌های زینتی آمدیم. شغل اولم صافکاری بود. یک مشتری داشتیم تو کار ماهی بود. برامون ماهی آورد، یه تعداد ماهی آورد خونه با آکواریوم. این ماهی ها گوپی بود. تکثیرش خیلی راحته. تکثیر شد و آکواریوم شد دو تا، سه تا، چهار تا. تو خونه دیدم مشکل نگهداریش. گوشه حیات یک انباری داشتیم، شروع کردیم به کار و آکواریوم رو بردیم اونجا. ماهی ها یواش یواش تعداد زیاد شد، مجبور شدم ببرم بازار رو. یواش یواش سالن ها یکی شد، دو تا تو حیات جا داشتیم، فضا داشتیم. یواش یواش زیاد شد، الان هلوش تقریبا 800 تا آکواریومه و هلوش 60 تا 70 تا حوضچه و در مجموع 7 تا سالن داریم. من مهدی صدیقی هستم، دامپزشکم. تحصیلاتم رو در ایتالیا انجام دادم همراه خانومم، ایشون هم دامپزشکه. سال 74 برگشتیم ایران و با مرغداری و دامداری و گوسفندداری شروع کردیم. به هر حال به علت که ما رشتمون این بود و هر دوتای ما تشنه خدمت برای مملکتمون بود، اومدیم با فروش خونه هایی که داشتیم حقیقتا به دنبال مسائل تولید رفتیم. آبزیان زینتی به دو دسته آب شیرین و آب شور تقسیم می شوند. حدود 2000 گونه ماهی زینتی در جهان مورد تجارت قرار دارند که از این تعداد 30 تا 35 گونه ماهی زینتی آب شیرین ماهی های عمده و غالب بازار را تشکیل می دهند. ماهیان پرورشی زینتی به دو دسته عمده زنده‌زاها و تخم‌گذارها تقسیم بندی میشن که در دسته ماهیان تخم‌گذار عمده تولیداتی که ما داریم در زمینه ماهیان گلدفیش، ماهی کوی و همچنین خانواده ماهیان تتراها و بارپا هستند. در مورد ماهیان زینتی
زنده زام که عمده تولیدات ما در زمینه تولید ماهیان سورتیل، ماهی گوپی و ماهی مولی هستش. حدود 30 مدل، 40 مدل گونه ماهی ما داریم تکثیر میکنیم، هم از تخم‌گذارش، هم از بچه‌زایش، هم از دهان پرورش. ماهی دیسکس، آنجل، اسکار، سوروم، انواع آفریقایی، خانواده مالاوی، سردولفینی، دیمانسونی، رتاب، سیلندری، للوپی، کت کولومبیایی، گلدفیش، کوی، گلدفیش کوی، گرین تلور. ماهی تنوعش زیاده، تقریبا حدود 30-40 مدل ماهیه. در حال حاضر بیش از 30 گونه ماهی زینتی در داخل استان خراسان رضوی تکثیر می شود که بسیاری از این گونه ها قبلا از خارج کشور وارد می شد، ولی هم اکنون به وسیله تکثیر کنندگان استان به بازار عرضه می شوند. این ماهی ماهی گوپی زنده‌زاییه. این ماهی رو باید تو تور بریزیم، تغذیهشون خون بهشون برسیم، بعد که تغذیه شد شروع میکنن به بچه کردن. اینا بچه هایی هستند که از تو تور اومدن بیرون، کلن ماهی ها بچه ها خودشون رو میخورن. این توره که گذاشتیم برای که بچه هاشون رو نتونن بخورن. دو روز، سه روز، چهار روز که وان اندازه یک آکواریوم تکمیل شد، از قبل یک آکواریوم آماده میکنیم، بچه ها رو با تور جمع میکنیم، میریزیم توی آکواریوم و بعد شروع میکنیم به آرتیمیا دادن، موجود زنده. دو سه هفته اول آرتیمیا میخورن که بعد باز غذاخور میشن. منطقه‌ای که شما می‌بینید درش دام داشتیم، ولی به علت اینکه شهر به ما نزدیک شد و مردم همسادهای ما ناراحتی بودن از بو و مگسی که در اطراف داشت، به فکر افتادیم، دیدیم که به حال بحث ماهی‌های آکواریومی تنها چیزی است که توی بحث‌های دامی نه بویی داره و واقعا از یک قشنگی خاصی برخورداره و میتونه همه سلایق رو واقعا جذب بکنه، که ابتدا با پروانه 100,000 قطعه شروع کردیم و الان پروانه 500,000 قطعه رو داریم. حقیقتاً این کار بسیار عالی است و من پیشنهاد میدم به تمام کسانی که واقعا میخوان یک کاری رو در کنار کارهای خونه خودشون شروع بکنن، اینه. این نیاز به جایی نداره، یعنی نیاز نیست که شما یک فضایی رو بخرید برید اینجا تولید بکنید. بو نداره، نیاز خوراکی بالایی رو نداره. اصلا ماهی ها میزان مصرفشون نسبت به گروه های دیگر دامی بسیار پایینه و با یک شیشه کوچیکی برای دو تا آکواریوم در طول 2-3 ماه ما میتونیم جلو بریم. مشکلی رو برای محیط زیستمون ایجاد نمیکنه. به هر حال این خوبی هایی که در این کار هست که میتونه هم درآمدزایی داشته باشه و هم اینکه مشکلی برای اعضای خانواده نداشته باشه، بیماری خاصی، بیماری مشترکی بین انسان و حیوان هم ایجاد نمیکنه، در صورتی که همه حیوانات دیگه ما میبینیم که میتونه این به حساب این مشکل رو برای ما، برای سلامتی به حساب کسی که داره تولید میکنه ایجاد بکنه، یا سلامتی کسانی که در محیط خانه هستن. و اینها چیزهای مثبتی است که واقعا این کار میتونه داشته باشه. در کنارش ما نمیگیم درآمدزایی آنچنانی داره، البته بستگی به تعداد آکواریوم و کار طرف داره. بسیار کار خوبی است و من اینو به همه پیشنهاد میکنم. حقیقتا یک شعاری وجود داره در شیلات، میگن آکواریوم و پرورش ماهی زینتی غذای روح هستش. در این حال یک سری پیش نیازها فعالیت پرورش ماهیان زینتی داره. یکی در درجه اول خب خود علاقمندی فرد هستش که عشق به این کار داشته باشه، علاقه به این کار داشته باشه، و مورد دوم باید یک سری اطلاعات تخصصی در این زمینه کسب کنه، چون ماهیان زینتی ماهیانی هستن که بسیار متنوع و گسترده هستن و هر کدوم از ماهیان زینتی یک شرایط خاصی رو برای تولید مثل و پرورش نیاز دارن. پس بنابراین اون کسی که مایل هستش این کار رو انجام بده باید یک سری پیش نیازها از جمله اطلاعات رو جمع آوری بکنه که در طول دوره پرورش ماهی با مشکلات مواجه نشه. هر کاری که بخواید شروع کنین باید 3-4 سال سابقه پشت سرت باشه. یعنی شما اگه بخواید همین شروع به کار بکنی به پول نمیرسی. نمیتونی که مثلا الان شما ماهی رو بگیری ببری از صفر بخوای ماهی چیز کنی، نمیتونی. باید حداقل
یک دوره 6 ماهه یا 1 ساله ببینی یک جا که بخوای کار کنی. برای اینکه ما خواسته باشیم شروع به کار بکنیم توی بحث مایه‌های زینتی، بستگی به، یعنی با حداقل‌ها، حتی با یک آکواریوم هم من دیدم که اینها دارن، خانومی هست تو خونش آکواریومی داره و داره با همین کار میکنه. اینی که ما هر چقدر خواسته باشیم سطح کاریمون بیاد بالا، خب به همون میزان نیاز به سرمایه داریم. در واحدهای تولیدی که ما داریم به هر حال اضافه، مثلا الان در این واحد تولیدی 1000 آکواریوم وجود داره، برای اینکه بتونیم اینا رو ما تکثیر و پرورش بدیم تا یک سنی که اینها تا یک وزنی و یک سنی. پس از اون اینها رو ما همونطور که میبینید باید در داخل به حساب استخرهایی داشته باشیم. برای همین تو بخش خانگی همه چیزو نمیتونن تولید بکنن. اگرم تولید میکنن تا یک سطحی میتونن، تا یک زمانی میشه این کارو کرد. پس از اون اگر خواسته باشه اینها رو درشت‌تر بکنن، که نیاز صادراتی ما الان مایه‌های درشته. الان عراق مایه‌های درشت هر چقدر باشه الان اونجا میخرن. ولی چون مردم نمیتونه یا تولید کننده ما سطحشون کوچیکه، حوضچه‌ها یا استخرهای بزرگی ندارن که بتونن چنین کاری رو انجام بدن، مجبورن ریس فروشی کنن. در ریس فروشی خب واقعا استفاده آنچنانی وجود نداره، چون ما باید به واسطه ها بیشتر بدیم. حال بحث تولید ما اضافه بر این که به هر حال باید خیلی توانا باشیم در تولیدمون، باید بدونیم چی استفاده بکنیم، چه کار بکنیم. اینا همه چیزه تجربیاتی است که حتما دانش آموخته های این صنعت باید برن در جاهایی که مثل ما هست یک مقداری کار بکنن، ببینن چطوری است و بتونن به این نتایج و به این تجربه ها برسن. کسانی که میخوان وارد این کار بشن تا جایی که ممکنه اطلاعات خودشون از طریق اینترنت، امروز دنیای ارتباطات هست، از طریق مطالعه کتاب‌های مختلف به خصوص مقالاتی که در اینترنت وجود داره، سطح علمیشون رو ببرن بالا، اون شناخت و آگاهیشون نسبت به این کار ببرن بالا، که انشاءالله در مسیر راه موفق و معید باشن. برای راه اندازی یک سالن که آکواریوماش چینده شد، احتیاج به اکسیژن داره، احتیاج به غذا داره، احتیاج به گرما داره. ماهی ها باز تنوعهاش انواعش فرق میکنه. بعضی ماهی ها بچه زای هم، بعضی ماهی ها دهان پرورن، بعضی ماهی ها تخم گذارن. خب نسبت به همون ماهی که میخواد تکثیر کنین باید جاشو درست کنین. اکسیژن از پمپ سیلندری هست، پمپ بلوئر هم هست. خب پمپ سیلندری برای سالن کوچیکه، پمپ بلوئر هم برای سالن بزرگتره که حجم 100 متر 200 متر جواب میده. پمپ بلوئر که لوله کشی میشه مثل لوله های پی وی سی که برای سالن بزرگ مثل سر ما کشیدیم، لوله پی وی سیه. اکسیژن برای داخلش از طریق شلنگا به شیر وصل میشه، از شیرم باز با سنگ هوا توی آکواریوم میزن. برای پمپای سیلندری باز خب لولاش کوچیکتر است، چون کشش نداره لوله پی وی سی، از لوله کوچیکتر استفاده میکنن و اونم بس همین شیر میخوره و سنگ هوا. گرمایشی هر سالونی که بخواد گرم بشه، حالا بعضیا با اینچ کشی میکنن تو آکواریوم ها، ولی خب ما توی سالن کوچیک با یک بخاری هم جواب میده، یک بخاری و یک فن میتونم دمای آب رو به 28 تا 30 درجه برسونم حتی تو زمستون. سالن بزرگ چون فضاهاشون بزرگه نمیشه بخاری فضا رو گرم کنه، مجبورن آب گرم کنه. تفاوت هایی که از لحاظ تکنیکی وجود داره بین پرورش ماهیان زینتی و ماهیان خوراکی، ماهیان خوراکی خب به یه شرایط خاصی نیاز دارن، به منابع آبی خاصی نیاز دارن، ولی ماهیان زینتی این امتیازی رو داره که در هر مکانی با حداقل امکانات امکان پرورشش وجود داره و معمولا در تولید ماهیان زینتی میزان اون تولید انبوه‌تر و زیادتر هستش نسبت به ماهیان خوراکی. حقیقتا من سختی در این کار نمی‌بینم به عنوان کسی که دانش آموخته این صنعت است. مهم اینه که ما بتونیم به روز باشیم، یعنی بتونیم ماهی‌های جدیدی رو از جاهای دیگه وارد کنیم، روی اینا کار بکنیم و بتونیم اینها رو به هر حال در اینجا به تولید برسونیم. کارهای تحقیقاتی که به صورت عمده و روتین باشه در داخل استان ما نداریم، ولی بسیار از کارهای تحقیقاتی رو خود پرورشندگان دارن انجام میدن و یک گام جلوتر از
بخش‌های دولتی دارن این قضیه رو دنبال می‌کنن و به نتایج خیلی خوبی هم در قسمت‌های مختلف از بهداشتی گرفته تا تغذیه و همچنین اصلاح نژاد دارن انجام میدن و خدا شکر سال به سال داره وضعیت کیفیت ماهی‌ها لحاظ کیفیت اصلاح نژاد و اینا داره بهتر و بهتر میشه. پرورش ماهیان زینتی چون در یک سیستم بسته هستش و مصرف بسیار پایین آب داره، عموما پسخاب‌های خروجیش هم بسیار ناچیز هستش و لحاظ زیست محیطی امتیازی که داره مشکل برای محیط زیست به وجود نمیاره. به هر حال هر کسی که این کارا رو که انجام بده در کنار خونه چند تا درختی، یک مزرعه کوچیک چیزی ممکنه داشته باشه. استفاده از آب به حساب که ماهی در اونجا پرورش پیدا کرده، اینا دارای ازوت هست، چون داره اینا آمونیاک داریم داخل اینها که اینها تبدیل به ازوت میشه و میتونه به عنوان یک کود ازوتدار برای بحث کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره و این کار بسیار خوبی است که الان ما در همین منطقه‌ای که خدمت شما هستیم ما درختان بسیار خوبی رو داریم که از همین آب دارن استفاده میکنن. ماهی زینتی هم چون یک جاندار زنده هستش، مثل خیلی از موجودات دیگه ممکنه یک سری بیماری هایی رو داشته باشه و بیمار بشه. این کاملا بستگی به مدیریت خود شخص داره که با چه مدیریت بهداشتی شرایط رو کنترل بکنه. اگر شرایط مدیریت بهینه باشه و شرایط بهداشتی هم به خوبی اجرا بشه، معمولا میزان بیماری ها خیلی کاهش پیدا میکنه و به هر حال ماهیان زینتی نسبت به سایر جانداران هم بیماری های مشترکش با انسان خیلی خیلی کمتر هستش. یکی از مشکلات مراکز تکثیر پرورش ماهی زینتی دارن عدم تخصیص تسهیلات است. اگه تسهیلات مخصوص این مراکز دیده بشه، تامین اعتبار بشه، 100% توسعه این کار خیلی زیاد است. و یک مشکل دیگه هم که الان وجود داره مشکل بیمه محصول هستش که این محصول توی صندوق بیمه کشاورزی جزء به اصطلاح محصولاتی که بیمه بشه نمیشه، یعنی اگه تلفاتی داده بشه بیمه جبران خسارت انجام نمیده. این دو تا مشکل اگه حل بشه 100% ضریب اطمینان خیلی بیشتری برای مراکز تکثیر ماهیان زینتی خواهد بود. هر کاری که شما بخواید شروع کنین یک سختی داره. ماهی هم سختی داره دیگه، باید بحث تلفات داره، بحث مسافرت نرفتن داره، بحث مهمونی نرفتن داره، بحث برق قطع شدن داره، بحث کم اکسیژنی، بحث فروش و بازار، شب بیداری، مشکلات خاص خودش داره. باید با ایناش بتونه کنار بیادم. پرورش ماهیان زینتی بسته به توانایی فرد و اطلاعات فرد یه مدت زمانی رو حدود چند ماهه رو نیاز داره که تا به اون برگشت سرمایه و اون بازدهی خودش برسه که این زمان متفاوت هستش، میتونه از 5-6 ماه باشه به تا حتی حدود یک سال هم میتونه برسه، ولی بعد از اون تولید مداوم و پررونق و پرسود خواهد بود. در ابتدایی که به حساب ماهی ما حالت لارو داره و کوچیک هستن، تازه متولد شدن، هزینه نگهداری اینها بالا، چون ما باید از آرتمیا استفاده بکنیم که اینها واقعا بسیار گران هستن و ایران ما هم الان تولید میکنه ولی تولید خیلی بالا نیست. حقیقت عمل اینه که اینها برای ما هزینه بالایی رو ایجاد میکنه. پس از اینکه به یک سنی رسیدن که قابل به حساب استفاده بود براشون به حساب نوعای غذاها و خوراکهای ماهی که در حد 0-1 گفته میشه، اینها خب حداقل باید یک زمان یک ماه و نیم رو طی بکنن، یک ماه حداقل طی بکنن که بتونن از این مواد استفاده بکنن. برای بحث ماهیان زینتی هم بسته به شرایط و توانایی فرد امکان ایجاد زنجیرهای تولید وجود داره، به خصوص در موارد مثل تکثیرش، تولید مثلش و همچنین عرضه مستقیمش به بازار که به هر حال ماهی با قیمت پایین‌تر و شاید کیفیت بهتر و با تلفات کمتر
به بازار ارائه بشه. این کار ما بسیار کار خوبی است در حد کوچیک، هر کس خواسته باشه توی یک فضای کوچیکی که در خونه داشته باشه یا یک فضای صنعتی کوچیک شروع به کار بکنه. ولی مسئله فروش دارن اینها، یعنی به معنی اینا تولید میکنن میخوام به بازار ارائه کنم، ممکنه کسی برای فروششون نباشه. اینه که اگر ماها که داریم در سطح بالاتری کار میکنیم توانایی این داشته باشیم که رایزنی های با جاهای دیگه داشته باشیم که بتونیم تولیدهای کم اینها هم در کنار تولیدهای خودمون بدیم به جاهایی که میتونیم بفروشیم که اونها هم بتونن به حساب سودی که میخوام بهتر ببرن و دست دلالا نیفتن، این برنامه ایست که انشالله ما در پیش داریم و الان هم در خدمت بعضی از تولیدکنندگان کوچک هستیم که تولیداتشون رو ما میخریم و میفروشیم اینها رو براشون. میزان صادرات ماهیخوای زینتی ایران بر طبق آمارها عنوان مثال در سال 1399 تنها 2 میلیون دلار بوده که در همان سال ارزش صادرات ایران تنها 0.5% از کل ارزش تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات ماهیخوای زینتی به کشورهای همسایه شامل افغانستان، ترکمنستان، ترکیه و عراق بوده است. همه ماهی ها فروشش خوبه، اینجوری نیست که خواسته بشی بگه هر که سلیقه‌ایه، اینجوری نیست. حالا چشم ما میبینی یک ماهی را قشنگ میبینه، چشم یک بنده خدا و یک ماهی دیگر قشنگ میبینه. فصلی هم هست، حالا مثلا بعضی ماهی ها رو ماهی ها قرمز تو فصل عید بیشتر میبرن، مثلا مثل زبرا و مثل بعضی ماهی ها قرمز بیشتر میبرن تو زمان عید. بازارهای حقیقتا این ماهی رشد آنچنانی ما هنوز نداریم. زمانی ما میتونیم بگیم که بازاری داریم زمانی است که ما بتونیم صادرات داشته باشیم. الان ترکیه از ما میبره، عراق، افغانستان، کشورهای اطراف دارن از ما میبرن، ولی هنوز به اون میزانی که واقعا بتونه به سو تولیدکنندگان رو راضی بکنه به این سیستم نیست. چرا؟ به خاطری که ماها تولیدکنندگان یک به حساب تحت یک تعاونی یا تحت یک پوششی که بتونیم با هم دیگه کمک کنیم اتحادیه چیزی نداریم حقیقت عمل، یا اگرم داریم اینها قوی نیستن که بتونیم واقعا چنین کاری رو انجام بدیم. صادرات سلاح ماهیان زینتی در شرق کشور توسط خود استان خراسان و رضوی انجام میشه، بیشتر به افغانستان صادر میشه و ترکمنستان. ولی برای صادرات باید حتما خدمت شما شود که سازوکارش رو مهیا بکنیم. این منوط بر اینه که ما بتونیم که به اصطلاح همین شرکت تعاونی فعال و پویا رو بره بحث مراکز تکثیر و فروش ماهی زینتی رو داشته باشیم. این صنعت استعداد زیادی برای ارزآوری دارد. کشور ایران با دارا بودن اقلیم مناسب ظرفیت بالایی در تولید ماهیخوای زینتی دارد، مشروط بر اینکه با تلاش تشکل‌های خصوصی و حمایت دولت صادرات و بازاریابی آن به خوبی انجام شود. یک نفر بخواد هزینه زندگیش از این کار در بیاره، یک فضای 60-70 متری با 50-60 آکواریوم میتونه هزینه زندگیشو از همین راه دره. درآمدش معمولا با یک فضای کوچیکی تقریبا 15 متر 20 متر میشه برج دو تومن، دو نیم، سه تومنه در کنار کار داشته باشن، یعنی شغل دوم باشه. برای شغل اول خب فضا بزرگتر بشه خیلی بهتره. پرورش ماهیان زینتی ببینید یک سری اشتغال‌های مستقیمی داره که فردی که داره ماهی رو پرورش میده درگیر اشتغال مستقیم هست، در کنارش هم اشتغال‌های زیادی به صورت غیر مستقیم هستش، حالا چه به صورت عرضه لوازم، انواع اقسام پمپ ها، بخاری های آکواریومی و سالونی و همچنین فروش غذا و سایر امکانات. دو سه تا سالن تو خانه اضافه کردم، بچه ها رو آوردم زیر مجموعه خود ما، داداش ما، دو تا داداش های پسر خود ما، دو تا از شاگرده صافکاری ما آوردم تو فضا، یک سالن بزرگم که با گاوداری بود قبلا الان راه اندازی کردم برای پرورش ماهی که الان پروانه‌اش هم گرفتن، دارن تقریبا شرکت شده. اونجا هم 7-8 نفر الان مشغول به کارن که دارن از این مجموعه، زیر همین مجموعه. و خب خانگی هم دارم. تک توک هستن که خانه های هستن که خانواده هستن که خانوماشون میان آکواریوم مبارن برای ماهی سایز کردن.
برای پرورش ماهی‌های زینتی چند مزیت را میتوان نام برد. علاوه بر جنبه سرگرم کنندگی، منبع درآمد خوبی هم به حساب می‌آید. نیازمند سرمایه گذاری اولیه کمی است. امکان تولید ماهی‌های زینتی در محل سکونت وجود دارد. به آب مصرفی کمی نیازمند است. بازار فروش و امکان صادرات آن گستردگی خوبی دارد و از توان ایجاد اشتغال مناسبی برخوردار است. همه شما ماهیان زینتی همانطور که خدمتتون عرض کردم به دلیل اینکه نیاز به سرمایه گذاری پایینی داره و در عین حال اشتغالزایی مناسبی داره مورد حمایت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هست و در این زمینه ما این مبحث ماهیان زینتی رو ترویج میکنیم، حتی کلاس های آموزشی در این زمینه داریم و راهنمایی لازم رو به کسانی که مایلن این کار رو انجام بدن ما در خدمتشون هستیم. من ابتدا که وارد این کار شدم حقیقتاً از این لحاظ که دیدم جهاد خیلی داره کمک میکنه به کسانی که این کار رو دارن انجام میدن، که یعنی واقعاً مشکلی از لحاظ گرفتن پروانه کاری برنامه ایجاد نمیکنن و این خیلی مهمه. شما هر کار دیگه خواسته باشید، مثلا مرغداری، دامداری، گوسفندداری، همه باید یک حریم هایی برای ما گذاشتن که این حریم نباید اینقدر میدن 500 متر 200 متر پر. تو بحث واقعا مایه آکواریومی چنین حریمایی رو ما نداریم، یعنی در همه جا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم بدون در حد کم، در حد غیر صنعتیش به حساب، و مجوز خاصی هم از ما نمیخوان، در صورتی که اکثر اینها در چیزهای دیگه‌ای که در رابطه با دام و تیور هست از ما میخوان و برامون هم مشکلی که بتونیم چیزهایی که اونا میخوان واقعا تهیه بکنیم. اینی که حقیقتا با حداقل ها میشه تو این کار اومد، ولی در این حال آنچنان هم نیست که ما بگیم آقا ما با این قدر داریم میایم میتونیم یک سرمایه داری در آینده بریم. در حدی میده که ما سرمایه گذاری کردیم، هر چقدر بیشتر تو این صنعت سرمایه گذاری بکنیم مسلما عایدات بالاتری رو داریم. یکی از فعالیت هایی که در روستا در قالب مشاغل روستایی میشه کار کرد همین پرورش و تکثیر ماهیان زینتی هستش که زمینه رو برای بحث اشتغالزایی برای جوانان و بانوان روستا رو میتونه فراهم بکنه. مجوزهای لازم رو اینا میتونن از طریق سازمان نظام مهندسی استان بگیرن و شروع کنن به فعالیت کردن. چون که در قالب مشاغل خانگی روستایی هست سرمایه خیلی کمی میخواد، جای خیلی کمی میخواد که میتونن به اصطلاح بانوان روستا و جوانان روستا توی زمینه کار کنن. من توصیه میده که کسایی که علاقه من هستن دنبال این کار بیان، ما هم در سازمان جهاد کشاورزی ازشان حمایت میکنیم. برای کسایی که به هر حال دنبال اشتغال هستن میتونه زمینه و بستر بسیار مناسبی باشه برای بحث اشتغال و تامین معاش زندگی، کار بسیار خوبی هستش.